منتخب نشست رمضان، رمزان سلسل آمزش های درونی مجاهدین مسعود رجوی رمزان 1392 بله این حرف های ما از روز اول و در سی سال پیش بود حالا برویم سر اصل موضوع و ببینیم از روز اول حرف بی تعارف آخوندها و نظریه پردازان و مدافعان آنها با مجاهدین چیست؟ چرا در برابر خمینی و انقلاب اسلامی او زانو نزدید و دست نبوسیدید؟ چرا رفراندوم ولایت فقیه و قانون اساسی آن را تحریم کردید چرا در حالی که میگویید مسلمان هستید از حقوق غیر مسلمان ها دفاع کردید چرا در حالی که خواهران خودتان روسری دارند به دفاع از زنان بدون روسری برخواستید و منطقه یا روسری یا توسری را خار و خفیف کردید چرا لایحه قصاص اسلامی را ضد انسانی و ضد اسلامی خواندید چرا وقتی خمینی به عنوان فرمانده کل قوا اربده و خط و نشان می کشید که شهر پاوه را پار پار خواهد کرد به دفاع از حقوق حقه خودمختاری مردم کردستان ایران برخواستید؟ چرا در مقابل ما به مقاومت مسلحان پرداختید؟ چرا رژیم ما را شقه کردید و اولین رئیس جمهور آن را هم با خود بردید؟ چرا باعث خراب شدن رابطه خمینی و نخستین جانشین او منتظری شدید؟ چرا به ساز اصلاحات آخوند خاتمی نرقصیدید و با او همسو و سازگار نشدید؟ چرا وقتی خمینی بر تبل جنگ تا آخرین خشت و آخرین خانه در تهران میکوبید شعار صلح و آزادی سر دادید؟ چرا گفتید جدای دین از دولت و حکومت؟ چرا وقتی خمینی فتوای قتل سلمان رشدی را به عنوان مرتد داد از بنیاد مخالفت کردید چرا ممنوعیت رهبری و ریاست جمهوری و قضاوت را برای زنان طبق قانون اساسی ولایت فقیه گردن نگذاشتید و علیه آن برشوریدید چرا به عراق رفتید و ارتش آزادی بخش به پا کردید و به حلقوم خمینی جام زهر ریختید چرا عامل پنجاه و نه بار محکومیت رژیم در ملل متحد به خاطر نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران شدید چرا تأسیسات اتمی ما را افشا کردید و این همه مصیبت روی دست ما گذاشتید چرا بزرگترین اتحاد و اعتلاف اپوزیسیون را علیه ما به انداختید چرا با شورای ملی مقاومت جایگزین دموکراتیک عرضه کردید چرا عالمی را علیه ما برمیانگیزید؟ چرا مانند زمان شاه شعار ضد امپریالیستی نمی دهید و روی ارتجا متمرکز شده اید مگر ما فاشیست هستیم که شما استالینیست ها و تیتویست ها هر جا جپی علیه ما هست حتی با همین دولت های غربی که شما را بمباران کردند بر ضد ما همسویی می کنید برگردید و همچنان که خمینی می گفت شعار مرگ بر ارتجا را کنار بگذارید و مثل سپاه پاسداران و عقبه آن در خارجه روی استکبار متمرکز شوید چرا جنگیدید چرا ساحل عافیت بر نگذیدید اصلا چرا این مجاهدین به جای اینکه به زندگی خودشان برسند ترک ایال و خانمان و عزیزان کرده اند مگر غریزه انسانی و سیانت نفس و ادامه نسل ندارند چرا علیه جنسیت و فردیت فروبرنده انقلاب کردید چرا با انقلاب مریم به نحوی نامتعارف بر فرق ایدئولوژی و فرهنگ ارتجا و برجوازی ضد انقلابی کوبیدید و این نسل قتل عام شده را بیمه کردید چرا به جای ندامت نامه و انزجار نامه بعد از سی سال هنوز هم سوگند مجاهدی و نقش مسیر مجاهدی می نویسید پس بخورید تیغ و تبر و گلوله و موشک نوش جانتان محاصره از آنگونه که در روایتهای های شعب ابو طالب آمده گوارایتان ششصد و هفتاد و هفت روز لجن پراکنی و شکنجه روانی با سیصد بلندگو جوابتان بیمارانتان را هم زج کش میکنیم برچسب ها یکی پس از دیگری نسارتان می کنید. سر توتال و دیگر شرکت های نفتی سلامت کاری می کنیم که در هفته جوان دیگر نتوانید سر بلند کنید البته فکر آن یاران شعلور و فروزان شما را نکرده بودیم ولی خودسوزی ها را گردن خودتان می اندازیم. سر مالکی و کوبلر سلامت کاری میکنیم که ژنرال آمریکایی هم بگوید روی دست گوانتانامو بلند شدیم سربازان گمنام و بدنام هم تا بخواهید در این سوانسوی جهان داریم تا با ابو عطای دموکراتیک و تزریقات آنتی ایدئولوژیک به جان شما بیفتند و استخوان شما را بجوند و جاده صاف کن حملات بعدی به شما بشوند بچه ها بس است یا باز هم ادامه بدهم <applause> مجاهدین البته جواب تاریخی خود را دادهاند نه از خودشان بلکه از قول ابراهیم بچکن که تلاه لعکیدن اصنامکم به خدا قسم که بطها و ارزشهای ننگین شما را واژگون می کنین و بند از بند این رژیم خواهیم گسست در آخرین دیدار قبل از جنگ یادتان هست که گفتم هیچ کس بیش از ما به خطراتی که از هر سو ما را در بر گرفته احاطه و اشراف ندارد اما عزم جزم کرده این تا اگر زمانه صد بار از این هم خطیرتر و پرفت باشد با تأثی به پیشوای آرمانیمان درسهای جدیدی از مقاومت و ایستادگی عرضه کنیم ارتش آزادی بخش این سرمایه عظیم ملت ایران چون کوه استوار و سرفراز ایستاده است حرف قرآن این بود که یک قشر و جمعی که خود رو و خود به خودی نبودند بلکه در جمع آنها مرز سرخا و زبابت وجود داشت اینها کار را پیش میبرند اینها سست نمیشوند و ضعف نشان نمیدهند و در کشاکش حادثه ها, کش حادث ها سر فرود نمیآورند و اهل ذلت و پشت کردن به اصولشان نیستند این جانمایه ایدئولوژیکی و روابط آنهاست این جانمایه جنگ آنهاست این قشر آموزش دیده و پرورش یافته و تربیت شده زمختی و جنسیت و فردیت خودخواهانه خود را مهار کرده اند برای همین بسیار جنگنده هستند از غذا بسیار هم در مناسبات درونی خودشان فروتن و بدهکارند برای همین در سختترین تنگناها میتوانند اینطوری موزون و چفت یکدیگر کار کنند و بجنگند و شدائد را تحمل کنند اگر فردیت خودخواهانه و نخراشیده داشتند که با اولین مشکل با یک دیگر سرشاخ می شدند. به جای آنکه هم را تکمیل و تقویت کنند یک دیگر را تضعیف و خراب میکردند مگر بقیه را ندید این که چگونه در کرسی طلبی و خودشیفتگی و خودپرستی متعفن به چه راه ها رفتند و به کجاها کشیده شدند پس صحبت از یک ما یعنی یک جمع است که آن خصوصیات را دارد آیا این همان خصوصیات پیشتاز انقلابی همان قشر پیشتاز و همان سازمان رهبری کننده نیست؟ همان جمع و سازمانی که تعادل را میچرخاند همان که از شر کثیر خیر عظیم بیرون میکشد برخی گفته اید این آیات انگار تاریخچه خودمان است درست گفته اید نه فقط تاریخچه ما بلکه تاریخچه همه جنبش های انقلابی اصیل است این همان راه خدا و خلق است حالا هر کس به میزان خودش به میزانی که سقف ایدولوژیکی او بالا رفته باشد در این صورت البته که توانش بیشتر است معکوس آن را هم توجه کنید معلوم است که وقتی این عنصر و قشر چرخاننده و هدایت کننده وجود نداشته باشد آن وقت یک چیز اساسی کم است اما خدا وعده داده و تضمین کرده که هر کس راه خدا و خلق را برود خدا خودش او را راه نمایی می کند منظور همان روند دائما عمیق شونده و غنی شونده تئوری و عمل است در سال 1344 که سازمان مجاهدین تشکیل شد در اولین مقاله و بیانیه داخلیان مقاله مبارزه چیست که از روی آن به ما آموزش میدادند این آیه آمده بود که الان یکی از برادران یادآوری کرد الذین جاهدوا فینا هم کسانی که در راه ما به مجاهدت و نبرد برخیزند هراینه آنها را هدایت و راه نمایی می کنیم و راه خود را به آنها نشان می دهیم می بینید که این افراد و جمع پیشتاز این پیشاهنگ انقلابی به طور خود رو و خود به خودی سبز نشده است سالیان آموزش دیده و در تربیت ایدولوژیکی سپری کردند سالیان در کارزار ایدئولوژیک عنصر جنسیت و فردیت خودخواهانه را مهار کردند سالیان آن ساختاری را که شما به آن میگویی تشکیلات ساختند نیروهای انقلابی و ارتش آزاد در سایر کشورها هم آن را میبینند و ستایش میکنند و چون خودشان در قیام و سرنگون کردن دیکتاتورها دست در کارند قدر آن را میدانند و گاه میخواهند که تجربه ها را منتقل کنیم آخر معنی سرپا نگه داشتن یک سازمان و تشکیلات بزرگ حتی برای یک روز را میفهمند این را میفهمند که یک تظاهرات را یک روز سرپا نگه داشتن به چه معناست و چه قیمتی دارد میفهمند که ادامه دادن قیام و تظاهرات یعنی چه و چه قیمتی دارد آخر دشمن آنها هم دائما طرح و برنامه دارد که یکی را بخرد یکی را بترساند و یکی را بکشد و خلاصه آنها را از میان بردارد بنابراین این معنی طبعیت از حق کشان به حق ستیزان را هم میفهمند. همان که قرآن هشدار داد و نتیجه اش و زیانکاری در همه جنبش ها و انقلاب هاست از آنجا که در تجربه و عمل مبارزاتی قرار گرفتند دائما در حال تجزیه و ترکیب هستند تجزیه می شوند چون یکی خیانت می کند یکی خودفروشی سیاسی می کند یکی سازش می کند، یکی فرصت طلبی و اپورتونیزم پیشه می کند و خنجر از پشت می زند متقابلا در ترکیب هم هستند چون افراد همجنس و گروه خونی خودشان دائما ساخته می شوند بالا میکشند و تکثیر می شوند و صفوف آنها از کسانی که جا زده و سستی و ضعف و ذلت نشان داده اند جدا می شود به درجاتی که خودشان درگیر هستند و دست در آتش دارند معنی و ارزش ایستادگی را میفهمند تعدادی از برادرانمان در مورد اهمیت و ضرورت مبارزه ایدولوژیک با فردیت خودخواهانه و رابطه آن با همه مسائلی صحبت کردند که یک جنبش از جمله خود ما با آن درگیر است از سیاست و امنیت گرفته تا حمله و دفاع و همه مسئولیت هایی که مجاهدین در هر کجا که هستند به آن اشتغال دارند بله این موضوع خاص ما نیست به همین خاطر بگذارید به این بحث با نقل هایی از هوشیمین و کسانی که دی این بی را رهبری و فرماندهی کردند خاتمه بدهیم جملات و توصیفاتی حوشیمین در باری فردیت خودپرستانه به قدر کافی گویاست و نیازمند هیچ توضیح اضافه نیست تنها رهروی توانا میتواند راهی دراز را با باری گران بردوش در نوردد یک انقلابی باید پایبستی محکم از اخلاق انقلابی داشته باشد تا بتواند وظیفه پر افتخار خود را به تمام انجام بدهد همه ما که زاده و پرورده جامعه كهن بوده این در تفکر و عادات خیش بیش و کم اثرات آن جامعه را با خود حمل می کنیم بدترین و مخاطر آمیزترین نشانی جامعه دیرین فردگرایی است فردگرایی نقطه مقابل اخلاق انقلابی است خردترین اثر باقی فردگرایی در اولین فرصت رشد می کند فضایل انقلابی را بی اثر می کند و مانع از آن می شود که ما با دل و جان برای آرمان انقلابی مبارزه کنیم فردگرایی چیزی است سخت خودآمیز و قدار به چالاکی فرد را به ورطه تباهی می کشد و همه می دانند که قلتیدن به سراشی به تباهی تر است از بالندگی و ترقی بی سبب نیست که فرد گرایی سخت مخاطرا است فردگرایی خواستگاه بسا ها خطاکاری هاست انتقاد و انتقاد از خود در حزب باید به جدیت عملی گردد سلول حزبی باید از ضوابط پیروی کند انضباط حزبی باید برحق و دقیق باشد هر کادر و عضو حزب باید منافع انقلاب حزب و خلق را بالاتر از هر چیز دیگری قرار دهد آنان باید پیراهن را از لکه های پاک کنند اخلاقیات انقلابی را اعتلا بخشند روحی جمعی و جمع را بپرورند و حس همبستگی سازماندهی و انضباط را بنوازند اما به گفته هوشیمین اخلاق انقلابی از آسمان نازل نمی شود اخلاق انقلابی به واسطه مبارزه و تلاش مستمر روزانه قوام و کمال می اخلاق انقلابی همچون سنگ یشم هرچه بیشتر سیقل یابد درخشنده تر می شود و بسان طلا چون در بوته رود نابتر می گردد نگهبانی از مرزهای جنبش مقاومت در برابر ارتجا و اپورتونیست گفتیم که در برابر این رژیم سستی و ضعف و ذلت نداریم و نباید داشته باشیم به همین خاطر مسئولیت قشر آگاه و به ویژه پیشتاز است که از مرزهای مقاومت و ایستادگی در برابر ارتجا و اپورتونیزم نگهبانی کند در روزگار شاه در سالهای بعد از تأسیس سازمان بعد از بحث مبارزه چیست دومین آموزش ما چشمنداز پرشور بود در این مقاله از مرز بین جنبش و ضد جنبش صحبت می شد طبعا منظور از جنبش جنبش انقلابی بود که میخواست در برابر استبداد سلطنتی سینه سپر کند میخواست رژیم شاه را سرنگون کند میخواست روزی شعار مرگ بر شاه را تودگیر کند میخواست از خط مشی بیهوده احزاب سنتی که در چارچوب قانون اساسی رژیم سلطنت حرکت می کردند فاصله بگیرد می خواست از القاعات مبارزه بی رفرمیستی و اصلاح طلبانه در چارچوب همان رژیم در امان بماند پس ناگزیر باید با مبارزه و تشکیلات حرفه‌ای با مشی انقلابی و با شعار سرنگونی بین خودش و سایرین مرزبندی کند به اصلاحات شاهانه در انقلاب سفید چشم ندوزد و برخلاف احزاب سنتی خودش را مقید به دکترین آیزنهاور نکند و نگوید حالا که در تقسیم جهان بین آمریکا و شوروی ایران سهمیه و منطقه نفوذ آمریکا شده دیگر نمی شود کاری کرد و باید به انتظار نشست مجاهدین در سال پنجاه دستگیر شدند و به زندان شاه رفتند در آنجا فهمیدیم که زندانی دست بسته هم مرزهای عبور ناپذیری دارد کارهایی هست که ولو به قیمت جانش باید بکند مثل دفاع ایدئولوژیک و تمام ایار در دادگاه های علنی کارهایی هم هست که به هر قیمت نباید بکند مخصوصا ندامت، براعت و ابراز تنفر از آرمان و سازمانش و هر گونه همکاری و رابطه مستقیم و غیر مستقیم با جاسوسان و عوامل و مزدوران و همخطان رژیم اینها مرزهایی است که با رنج و خون استوار شده و در هم شکستن آنها به فنای خودمان و بقای دشمن می انجامد. کسانی که میخواهند قبه در هم این مرزهای خونین را فرو بریزند بدون شک ریگی به کفش دارند و در خدمت دشمن هستند زیرا قبل از هر کس این دشمن است که میخواهد قبه این چیزها را فرو بریزد این همان مرزهایی است که دجال و جلاد و دشخین از شکست شدن آنها قهقه سر می دهند. آنگاه دشمن آن کسان را به هزار و یک شیوه استقبال و استمالت و پشتیبانی و حلوا حلوا می کند. در قدم اول برای اینکه واکنش آنها را بسنجد. اگر نوازش دشمن و دست کشیدن او به سر و گوش خود را پذیرفتند قدم بعدی را برمیدارد. مگر آنکه مانند بازجویی هایی که بارها و بارها در زمان شاه و شیخ دیده و شنیده این از ابتدا و از قدم اول دست رد به سینه اش بخورد و با پاسخ و واکنشی قاطع یا درخور روبرو شود اما اگر کسی تحت فشار و اجبار ضعفی نشان داده و ناخواسته قپی را فروریخته حسابش جداست و باید در اسرع وقت از آن دست بشوید و آن را با رفقایش در میان بگذارد تا در این زمینه کمک کار او باشند به همین خاطر در سال 88 اول از همه درباره زندانیان خودمان در سلسله آموزش برای نسل جوان در داخل کشور نوشتم برای اینکه حساب همه چیز برای مردم ایران روشن باشد بگویم که وقتی از زندانیان سیاسی مجاهدین صحبت می کنیم به خصوص آنان که در اشرف هستند چه آنان که مقاومت کرده اند چه آنان که به تصادف جان به اند و چه شماری که کم و کسری داشته و در زیر شکنجه یا در برابر جوخه اعدام نقطه ضعف داشته اند هم در بد ورود و هم در نشست های انتقادی و عملیات جاری بی با صداقت پیشه می کنند و هر آنچه را که حتی از ترس یا تشویش در برابر مرگ در ذهنشان هم گذشته برای همرزمانشان در جمع بر روی دایره می فراتر از بزرگ داشت قهرمانان و یاران مقاوم هدف از این صداقت بی منتها تجدید عهد با خلق اسیر و در زنجیر برای جبران کردن کمی ها و کاستی ها و ضعف رو به جلو است نه رو به عقب بالا کشیدن و فرا رفتن و رستن از بندهای روحی و روانی است که از زندان خمینی و خاطرات دردناکش بر دست و پایشان پیچیده است و نه صرفا یک انتقاد از خود سوری و سطحی شاخص این است که در تشعشع این صداقت شگفت و بیکران در جمع یاران شنوندگان نه فقط سر تعظیم و تکریم فرود می آورند بلکه راه مقابله و در هم شکستن کابوس خمینی و راه قلبه و مسخر کردن آثار او را هم در گره های کوری که دشخیمان خمینی در اعماق ذهن و زمیر ایجاد کردند می آموزند. در برابر آن آسیب ناپذیر می شوند. در یک کلام نه فقط تتمه آثار آن کابوس خون سرشت را از خود میزدایند بلکه مهمتر از این ده بار و صد بار و هزار بار بیشتر جنگاور میشوند و از شیب نزولی و از انفعال و پاسیویسم و بریدگی و رویاوردن به معیشت و زندگی که مطلوب خمینی و دشخیمانش بوده فاصله میگیرند. تقدیر کور و خود به خودی این چنین با جهاد اکبر و صدق و فدای مجاهدی مقلوب و محف و نابود می شود چنین مواردی اگر با نگاهبانی و حفاظت مستمر سیاسی و ایدئولوژی که فرد از خودش همراه باشد آنچنان که هرگز رو به عقب و رو به خمینی باز نگردد و به هرچه خمینی گرایی و شیطان صفتی و نامردمی و معیشت مطلوب خمینی است کند به سند افتخار و حماسه ماندگار مقاومت ما تبدیل می شود هم فرد و هم جمع را احیا می کند این یک کارزار پرشکوه با ایدئولوژی ذلت و تسلیم و با شیوه شناخته شده خمینی برای به قبر بردن روانشناسانی زندگان است این بخشی از مقاومت ماست که با هر گونه گرد و غبار و آثار کاهنده خمینی و فرهنگ و ایدئولوژی او بستیزیم و از آن پاکیزه شویم حالا اجازه بدهید از زمان شاه به زمان شیخ برویم و مرزبندی های مجاهدین و جنبش مقاومت در برابر رژیم ولایت فقیه را مرور کنیم به رسمیت شناختن چیزی به نام انقلاب اسلامی از روز اول برای مجاهدین مرز سرخ بود بنابراین باید به هر قیمت از مرز بین انقلاب و اسلام با ارتجا و ضد اسلام نگهبانی می کردیم. از روز اول هم سریح گفتیم که صحبت از انقلاب و به خصوص انقلاب اسلامی نکنید. رأی دادن به ولایت فقیه و قانون اساسی آن برای ما یک مرز سرخ عبور ناپذیر بود. به خاطر تحریم آن باید تهدیدها و فشارها و خط و نشان کشیدن خمینی و حملات روزانه چماغداران او را به ستادها و مراکز و دفاترمان تحمل می کردیم خمینی در آن ایام هنوز در ماه بود و هنوز با ضربات و قیمت سنگین و خونینی که دادیم به چاه سقوط نکرده بود شعار انقلابی ترین مرد جهان استایت الله خمینی را به یاد دارید بنابراین تحریم رفراندوم قانون اساسی او آن هم از جانب مجاهدین مسلمان کاری شگفت و شگرف بود در بعضی شهرستان ها هم مجاهدین را به بحانه های مختلف که اصل آن زدیت با ولایت فقیه بود روز روشن در ملعه عام در نماز جمعه به شلاق می بستند. در برخی شهرستان ها دفاتر من را به آتش می کشیدند. قبل از سی خرداد ده ها کشته صدها مجروح و نقص عضو جدی و هزاران زندانی داشتیم برچسب ها و لجن پراکنی ها هم حد و مرز نمی شناخت اما باید از مرز بین آزادی و دموکراسی و حاکمیت مردم با استبداد دینی و ولایت فقیه به هر قیمت نگهبانی میکردیم. یک مرز بسیار پرخطر دیگر در جنگ ضد میهنی بود وقتی که عراق از خرمشهر عقب نشینی کرد اینجا هم شعار صلح مرز بین جنبش مقاومت با ارتجاع جنگ طلب و شعار آن قدس از طریق کربلا بود در این مورد هم قیمت بسیار سنگین بود اما باید از مرز بین صلح و آزادی با جنگ ضد میهنی و اختناق در پوشش دفاع مقدس یا جنگ ملی با هر برچسبی حراست و نگهبانی می کردیم بعد از مرگ خمینی رفسنجانی به ریاست رسید با شکلک امیر کبیر و دود و دم میان روی آن هم در سطح جهانی اما ما می گفتیم که رژیم همان رژیم است با همان هویت و با همان ماهیت در اینجا هم باید بهای نگهبانی از اصل حاکمیت مردم و بهای ایستادگی بر روی استحال ناپذیری رژیم ولایت فقیه را می پرداختیم. در سال 1376 آخوند خاتمی با دود و دم اصلاحات سر رسید و بسیاری را با خود برد در اینجا هم باید قیمت نگهبانی از شعار سرنگونی و تغییر بنیادین رژیم آخوندی را میدادیم. و از مرز عبور ناپذیر بین اصلاحات واقعی و دموکراتیک با شیادی اصلاح طلبانه نگهبانی می کردیم نتیجه این که نگهبانی از مرزهای جنبش و ضد جنبش در برابر ارتجا و اپورتونیسم مرزهایی که با بهای سنگین و فدا و قربانی بسیار استوار شده است یک ضرورت حیاتی و اجتناب ناپذیر است در غیر این صورت به بقای استبداد دینی و به فنای مقاومت میهنی و انقلابی تن ایم آن وقت به پر کاهی تبدیل می شویم که با هر بادی به این سو و آن سو رانده می شود به این میگویند نان را به نرخ روز خوردن